بسم الله الرحمن الرحیم بنام و یاد خداوند بخشنده و مهربان سلام و درود تقدیم به شما بیننده های عزیز و محترم دوستای خوب ما عزیزان فارسی زبان انشالله در هر کجا که هستید و برنامه خودتان برنامه زنده راوشانا را از تلویزیون جهانی هادی انتخاب کردید برای دیدن و انشالله استفاده کردن همیشه سهدمند و سلامت باشید بسیار بسیار تشکر میکنم از شما که باز هم ما را همراهی میکنید انشالله که تا نهایت برنامه هم همراه ما باشید عزیزان و دوستان و محترمان امروز روز شنبه است آغاز هفته هفته بسیار بسیار خوبه برای شما دوستان عزیز آرزو میکنم انشالله که بهترین ها برای ما و شما اتفاق بیفته اما مهمان خوب برنامه همچون شنبه های دیگه کاشناس محترم خانم دکتر رضایی هستن اجازه بدین یک سلامی هم با ایشان داشته باشین سلام علیکم خانم دکتر بسیار زیاد خوش آمدید بسم الله الرحمن الرحیم به نام آن که هستی نامزو یافت فلک جنبش زمین آرام یافت. اویاف ممارد سلام دارم محضر شما همکار محترم و همینطور همه بینندگان عزیزی برنامه وارزوانده یستم که در این دقایق و لحظات و ساعاتی که تقریبا بعد از از آن چاشت کابل است و عزیزان ما نزدیک به تقریبا پهن کردن سفره های چاشت هستن انشالله که در کنار اعضای خانوادهشان قرینه با سعادت قرینه با سلامت و شادکامی باشن و این فرصت داشته باشن که آنچه که امروز قرار است در این برنامه انشالله گفتگو بشه ببینن بشنون و مورد استفادهشان قرار بگیره انشالله انشالله قطعا همین گونه خواهد بود بیننده های عزیز و محترم ما شماره تماس برنامه زیرنویس میشه از طریق واتساپ و تلگرام میتونید که با همکاران ما در ارتباط شوید اگر کدام سوال از کارشناس و محترم برنامه دارید حتما برای ما بفرستید و ذکر بکنید که مرتبط به برنامه روشناس و کارشناس محترم خانم دکتر رضایی که مباحث بسیار ارزشمندی را در هفته های گذشته برای ما شما بیان کردن همچنان برنامه های گذشته رو میتونید از طریق سایت تلویزیون جهانی هادی و همچنان از طریق یوتیوب با آپارات ببینید انشاءالله استفاده هم بکنید و همچنان برنامه به صورت لایو از طریق اینترنت هم پخش میشه سایت تلویزیون جهانی هادی در خدمت شماست. و ما رو بسیار خوشحال میکنید وقتی که نظرات خودتون را برای ما میفرستید و اگر سوالی دارید با ما اشتراک اما بریم ببینیم که کارشناس محترم برای امروز چه دارن که عرضه بکنن خانم رضای محترم اگر یک بسیار مختصر از موضوع کلی برنامه برای عزیزانی که نو بجمع پیوستند بگید بسیار تشکر میکنم سلامت باشید خب بحث کلی که ما اومد در خدمت عزیزان بودید بحث ارزش های تربیتی و کیفیت انتقال ارزش ها توسط والدین به فرزندان بود ما ارزش ها رو تعریف کردیم و بعد گفتیم که خب آیا چه لزومی داره که اصلا ما پس ارزش ها رو مطرح کنیم چه اهمیتی داره و که فرایند انتقال ارزش ها از سوی والدین به فرزندان چه قسم اتفاق میفته و به چه شکلی ارزش ها انتقال پیدا میکنن بعد وارد این شدیم که خب مقصود و منظور ما از ارزش ها کدام است چه چه ارزش را با وجودی که بسیار بسیار سخت گذرده داره و تعدادشان بسیار زیاد است ما سعی کردیم به چند تا از ارزش هایی که محوری و اصولی تر هستند و هم به لحاظ اعتقادی هم به لحاظ اجتماعی و هم به لحاظ فرهنگی در فرهنگ ما بسیار ارزش ارزش بالایی دارن یعنی میزان توجه مردم و عامه جامعه ما به سمت اونها زیاد هست رو بپردازیم اونها رو توضیح دادیم که چه اهمیتی داره و به چه قسم میشه گردش ها رو انتقال داد بعد یک به اصطلاح میشود گفت که چالش یا مسئله پیش آمد که آیا جدای از ای از ارزش هایی که ما مطرح می کنیم ز ها و چیزهایی که نباید به عبارتی انتقال داده بشه یا باید تلاش کنیم بر پیشگیری از اونها هم وجود داره گفتیم خب بله وجود داره در همه جوامع به صورت خاص در جامعه ها ما هم متاسفانه یک سری از مفاهیمی هست که زد دردشن ولی با کمال تاسف در بسیاری از موارد و حتی در طول سالهای گذشته مورد مم. توجه قرار گرفتن و والدین خاصی یا ناخواسته اینها را انتقال دادن به فرزندشان به نوعی که شده قسمتی از فرهنگ اجتماعی مردم ما و هدف ما ای بود که به عزیزانی تذکر بدیم که باید تلاش کنیم که این ضد را اولا خود ما شخصا به عنوان والدین سعی کنیم که از اونها پرهیز کنیم و جلوگیری کنیم و بعد تلاش کنیم که این دیگه در سال آینده مم. و برای نسل های بعدی ان انتقال پیدا نکنه و جامعه ما و مردم ما را کسی با او ویژگی نشناسه یا نگوید که مثلا افغانستانی ها و مردم افغانستان فلان خصلت را دارن و فلان ویژگی را دارن و این ویژگی ویژگی خوب و درست و ارزشمندی نیست درست مفهمید خانم دکتر برخی از والدین محترم با توجه به برنامه های گذشته شما سوالاتی برایشون ایجاد شده که برای ما ارسال کردن و اگر اجازه بدین امروز ما برخی از این سوالات را از شما پرسیدم اما قبل از او باز هم تاکید میکنم به شما بیننده های عزیز و محترم که اگر کدام سوال از کارشناس محترم برنامه دارید همین الان هم میتونید از طریق شماره تماسی که زیر نویس میشه با ما در ارتباط شوید از طریق واتس و تلگرام پیام خودتون را بفرستید ان سعی میشه که حتما در همین برنامه به سوال شما عزیزان پاسخ داده شود اما من از شما سوال اول پرسان کنم بله خانم محترم با شماره مثبت 98 و سی شماره آخر 835 پرسان کردند که سلام خدمت شما من مادر ساولات هستم دو بچه و یک دختر بچه رزم در خانه بسیار شوخ و سرزنده است ولی در مکتب بسیار ترسو و خجالتی است مدت زیاد طول می کشد که با دیگران دوست شود و در مهمانی ها هم اگر برادر و خواهرکش با او بازی نکنند معمولا یک گوشه می نشیند و با اطفال دیگر بازی نمی کند من بسیار نگران او هستم لطفا بگوید که آیا رفتار طبیعی است یا نه تشکر اول از عزیز ما که به حال رابطه برقرار کردن و این سوال ذهنی رو مطرح کردن که احساس میکنم شاید برای بسیاری از والدین خصوصا برای مادرای محترمی که بیننده برنامه هستن این سوال وجود داشته باشه ببینید ما در بحث جسارت مطرح کردیم جسارت مبنی بر اینکه خب جزو یکی از ارزش های تربیتی رو مطرح کردیم که فرد این توانایی را و این به عبارت ای جرأت را به خودش بده که از نیاز، از خودش از نیازهای خودش و از حقوق خودش دفاع کنه و نگذاره که دیگران مثلا در مورد ظلم و تجاوز یا تعدی اتفاق بیفته و از طرفی جسارت مبنی بر اینکه ای او احساس الزامی برای اینکه من باید و میتوانم و با به عبارتی عدم ترس <تصفيق> <تصفيق> می شود گفت مقابل با ترسو بودن یا مقابل با کم است خب مطرح کردن که فرزنده و در داخل خانه کاملا عادی است روابط تو با ما به عنوان پدر و مادر با والدین با خواهر برادرها کاملا طبیعی است و است از نگاه پدر و مادر این رابطه کاملا مثبت است و به اندازه است و جرأت در بین فامیل وجود داره مونتا به معنی که پار از خانه فراتر میگذاره وارد مکتب که میشه یا وارد مهمونی ها یا وارد حتی گسترده تر فضای جامعه میشه از دید پدر و مادر یا به صورت خاص از دید مادر عزیز ما احساس میکنه که بچش به اندازه کافی اون قدری که باید و شاید بروز ظهور اجتماعی نداره نکته اول وقتی ایشون مادر سه تا فرزند هست آیا میره پیش خودش بررسی کنه آیا مقایسه نمیکنه فرزند سومش با دو فرزند قبلیش یعنی یعنی ایره در مقابل اونها قرار نمیده <applause> خب نکته اول ممکن است که فرزند ما هر میدانید که هر کدام از ما از همون ابتدا به یک سری ویژگی های زیستی و ارسی به تناسب ای که کودک و نوزاد چه میزان از ویژگی های خلقی و صفت های شخصیتی را از پدر و چه میزان را از مادر برس برده باشه آیا کودک ای کودکی که الان مثلا وقتی که مکتب رفته حتما 7-8 سالش است آیا ای کودک ما از ابتدا آرام تر بود نسبت به خواهر برادرش نسبت به نزدیکانش مثلا بچه کاکایش و بچه مامایش و بچه خالش رو دیگران خب پس این یه ای قسمتی می شود گفت تا اندازه چارچوب شخصیتی نکته دوم وقتی که می که این کودک در داخل خانه تقریبا روابط او مورد تایید است و به اندازه کافی روابط عمومی برقرار میکنه فقط صرفا منظور مادر احتمالا خودش پدرش و خواهر برادری یعنی فقط این طفل با چهار نفر میتونه به راحتی رابطه برقرار کنه سوال اینجاست که وقتی با ای چهار نفر رابطه برقرار میکنه آیا ای برقراری رابطه به خاطر ایست که اونها همیشه پذیرا هستند یعنی زمینه یاتون هست که خانم بیان ما در بحث انتقال ارزش ها گفتیم مم. که اصلی ترین مسئله فراهم کردن زمینه برای بروز او بله. قضیه است برای جرأت ورزی باید زمینه را ایجاد کرد به دلیل ای بچه هیچگاه نمیتونه خارج از خانه صحبت کنه مم. چون در داخل محیط خانه همیشه پذیرایی اتفاق افتاده مم. یعنی همه همیشه با حرفش گوش دادن گفته اوها. احسن بر شما و ای بچه مم. و این کودک 6 ساله زمان 7 ساله 8 ساله وارد مکتب مم. که شده زمانی که چیزی را خواسته دیده معلم قبول نکرد مم. دیده سنفیش نمیپذیره حالا چون در کاملا در محیط خانه هیچگاه تو چاره تاروز نشده هیچگاه هیچ تنشی برای او پیش نیمده و هیچگاه هیچ چالشی نبوده همه پذیرا بودن همه قبول کردن این ترس از همون ابتدا در روابط بیرونی زیاد بوده که به خاطر اینید این کودک چون آمادگیه مقابله با تعارض رو نداره چون همیشه در محیط خانواده همه مم. چیز آماده بوده چگونه ترس او از میان ببریم شروع کنیم مثلا می افتاد در خانه من یک بحثی یک زمانی داشتم که ما تاباوری را که مطرح میکنیم مم. تحمل و تاباوری را برای والدین میگفتم اینا یاد بگیرید که همیشه در مقابل خواسته های کودکتان سر تعظیم فرود نیارید و نگوید که وظیفه ما حتما باید لا اقل بعضی از خواسته های او رو اولویت بندی کنیم بعضی رو بگین ضرورت نداره به نظر من لازم نیست این لازم هست و اینا می حالی نمیتونن بود پنج ساعت بعد یک روز بعد سه روز بعد هفته آینده که این تاباوری رو فرزند درک کنه که ممکن است در بعضی از موارد با خواسته های مواجهه صورت بگیره حالا ببینید در درون وجود خود این خودش تسارت است همیشه ممکنه که بقیه حرف رو نپذیرن پس حالا باید برای قبولاندن حرف خودم برای رسیدن به نتیجه برای به دست آوردن نیاز خودم خودم تل... سخت کوشی خودم تلاش کنم فرزند ما زمانی جرأت و جسارت ابراز وجود در مقابل دیگران نداره که در پس زمینه ذهنی خودش باور کرده باشه که به اندازه کافی قوی نیستم یا اینکه اینها حتما به معنی که من چیزی خواسته باشم اینا با من مخالفت میکنن از ترس اینکه مبادا با اون مخالفت بشه از ترس اینکه مبادا ترد بشه مبادا پس زده بشه ترجیح میده از بغل مادر تکان نخورم چون این پایگاه رو داره دیگه مادر کمش هست اینا میجی میشینم از میجی تکان نمیخورم با کسی حرف نمیزنم با کسی وارد رابطه نمیشم چون مبادا ممکن است که پس زده شوم ممکن است که ترد شوم ممکن است که خب شوام. اگر مادر مقاومت کنه در برابر خواسته طفلش انمی پس زده شدن نیست؟ نه نه ببینید این مثالی که من زدم طفل هشت ساله ما میایی میگه که در مکتب فلان چیز سنفیم داره <تصفي> فلان مثلا جاغلمی رو داره بسیار هم شکست مادر پیش خودش فکر خب بچم چند است میگه مثلا 200 افغانی خب مادری که سه تا طفل داره و هر سه مکتب میرن اگه قرار باشه برای یک جاغلمی صرفا 200 رو پیاره مصرف کنه مگری که در یک حالات اقتصادی بسیار بالا باشن خب نگرانی هم نداره ولی مادری که در حد متوسط یا حتی پایین تر از حد متوسط قرار داره هزینه کردن 200 افغانی بسیار سنگین باشه این در حد باید طفل بپذیره این مساله را که خب همه چیز ما قرار نیست که حتما خب ما خب با این مقابله مقابل کرد اگه زود میخوام من. بله بله اتمنى. حتما بینندگان بله. عزیز و محترم بعد از میان برنامه برمیگرد شنة در خدمت شوا عزیزان هستیم با برنامه خودتان برنامه زنده را و و همچنان گفتگو میکنیم با کاشناس محترم برنامه خانم دکتر رضایی با موضوع انتقال ارزش و سوالاتی که بینندگان محترم ما داشتند و خانم دکتر محترم پاسخ رو را خواهند داد در خدمت شما هستیم تشکر خب بس جرأت ورزی است ببینید خانم این نکته مهم در جرأت ورزی قبل از اینکه اصلا ما زمانی جسارت پیدا میکنیم که قبل از او هم خودیم به عنوان یک انسان و هم طفل میره بدانه که ببین تو همه چی نداری پس از اینکه کسی نشانه بره ضعف های تو رو نترس هر آدمی یک سری ضعف داره اول باور بین که ببینید خیلی از ها ما مستقیم برش بگیم بگیم که تو یک ضعف داری این دلیل اساسی ترس بچه های ما ترس های واهی بچه های ما است که ما بسیار زیاد همیشه و پذیرایی همیشه قابلیت مثبت به اونها دادیم یک من آرمانی از اونها ساختیم که وقتی مواجه میشه با واقعیت های زندگی احساسش ضعف شدید بود دست میده از اون اول بگم تو اینا رو داری تو اینا رو نداری حالا داشته هایت ببین محدود است در مقابل داشته‌هایت هم مثلا ضعفایت هم زیاد نیست خب پس حالا وظیفه ای تو است که تا میتوانی از هایت قدر باید. داشته های تبدان از داشته های دفاع کن نگذار اینمی محدودیت داشته هایی که داری دیگران از تو بگیرن حالا او ببینید یک انگیزه پیدا میکنه به اصطلاح همون بحث ببینید وقتی که احساس کنید در محدود محدودیت مثلا یه چیزی برای مدت زمان محدودی دست تو هست تمام تلاش تو میکنی بیشترین مراقبت رو بکن نگذاری دیگران از او بگیرن او رستو بگیرن پس معنای جرأت ورزی در وهله اولی است که به بچه هایمان یاد بدیم که ببین تو از ضعف و از نداشته و از نقاط منفیت نترس همه دارن همون همون اندازه که تو ممکنه یک سری داشته باشی طرف مقابل داره. حالا تاکید بکنیم رو قوتایش اجرتمندی ای از ایجا میاد هم باور به ضعف ها هم باور به قوت ها بشین توی توانمندی ها را داری این ضعف ها هم داری حالا تلاش کن که توانمندی هایت را افزایش بدی این توانمندی ها مال توست حق توست لذا کسی نمیتونه تو بگیره زمانی که احساس کردی که توانمندی ها زیر میره خود دفاع کن مثلا حق تو این است که به تو توجه بشه امه. اگر دیدی که مثلا فرض بر مثال طرف مقابل تو تو هر چقدر که صدای رو بلند می‌کنی میخوان می دکتر بسیار ضعیف باشه از خودش یکی دو بار دفاع کنه و دیگه افراد رو لاتکوب کوپ کنه با تجربه به دست پیدا کرده باشه خب من که ساکت در یک گوشه شش باشم به نفع است در این چی میشه ببینید این که به نفع است حالا باز دوباره داشته و نداشته چی به دست میاری امنیت امنیت کی... چه... چه مقدار امنیت رو دست میاری فقط امنیت زمانی است تا زمانی که مادری دیجا باشه اگر مادر رفت تو از یک لذت محروم میکنی خود لذت بازی کردن با اطفال دیگه مم. در مقابل چی در مقابل امنیت مادر تا کی میخوای ادامه بدی این واقعیت ها را بیان کردن نقطه ببینید اگر که فرزند من... و مشکل اینجاست که در اکثر موارد هم دوچار همین چالش میشن والدینی که بیش از اندازه تسهیلگرن والدینی که همیشه به فرزندان خود حالت هتل را دادن هتل پنج ستاره این فرزند تا زمانی که در مهد کودک یا پیش دبستانی یا کودکستان نرفته می ای احساس امنیت کامل داره به محض اینکه پایش وارد کودکستان گذاشت دیگه امنیت کامل حالا بیشترین ترس را و کابوس روی بچه دریافت کار چرا چون اصلا اون را آماده نکردیم واکسن نزدیم که بدنش قوی بشه برای مواجهه با بیماری باید به اون میگفتیم که ببین عزیز من باید همه همون که همطور که ما انسان های عادی و بزرگسال هم باید ایره بدانیم که دنیا ترکیبی از ضعف و قوت هست. برای هر موجودی همه موجودات عالم در کناری یک سری توانمندی ها دارن یک سری هم دارن پس وقتی که من به فرزندم داشته ها و نداشته های او را در همزمان در آن باید بو گفتم نسبت به ضعف اگر توانایی جسمانی مقابله کردن با او آدم ها و بچه های کلانتر نداری حداقل می توانی خوب صحبت کنی ببین به اونها بفهمان که تو خوب صحبت میکنی به اونا بفهمان که تو بهتر از اونا شعر حفظ میکنی به اونا بفهمان که تو بهتر از اونا کتاب میخوانی ببینید همون بچه های به اصطلاح آمیانه خودمان قدر قدرت و قلدر رو مثلا یک اصطلاح استفاده میکنیم میگیم که یک آه. بدماش آه. به اصطلاح همون بدماش ها هم یک زم... چون اونا هم زرف دارن دیگه آه. همون بدماش ها به خاطر زفشان مجبور میشن دوباره حالا اونجا زمانی است که تو قدرتش تو به اونا نشان بدی پس به یک بدبستان و تعامل برس. اونا بگو اگر میخواهید مثلا خواندن کتاب در کمک کردن در مسئله ریاضی برای تان کمک کنم دیگه مره نزنین دیگه خوراکی ها یا مثلا فلان بسکوت من از داخل کیفم نربر ندارین دیگه مثلا به من توهین نکنین چرا وگرنه اگر قرار باشه اگر به بیاموزم که تو در کنار ضعف جسمانی قطع کوتاه داری مهم. جسته ظریف داری ولی مهم. ریاضیت خوب است بچه‌م ام. ولی املایت خوب است بچه‌م حالا اگر که دیدی در مقابل اون قرار گرفتی ضعف های تا پنهان کن تا جایی که امکان داره قدرت های تا طرف مقابل مهم. مثلا ببینید مثلا میخوام در قالم حیوانات دو تا حیوان که مقابل هم قرار میگیرن به اصطلاح میان روبروی هم که قرار میگیرن این تمام تلاش قدرتشه به اون طرف مقابل نشان بده در عالم واقعی هم باید به بچه های یاد بدیم که همه آدم ها مثل تو خوش نیت و خوش ذات و آدم های مثبتی نیستن اگر دیدی که قرار است برای تو دندان تیز میکنن که به تو حمله کنن تو همانچه که داری نشان, نشان, بده. نشان, بده قدرت های خود نشان بده که طرف مقابل بفهمه که در وجود تو یک مزیت هست و قطعا به اونها نیاز داره حالا از باب تعامل شخصی و منفعت هم همیشه تو نکنه چرا؟, چرا چون یک روزی به تو محتاج خواهد شد درست, درست پس ما برای برای زندگی خودمون هم میتونیم این بونه برای, برای همه برای برا بله برا همه برای همه ضعف خدا پنهان بسازون و سعی کنیم که نقاط قوت خودمون بپذیرون بپذیرون ولی تلاش آها. نداشته باشم میره علنی جار بزنم نقطه ضعف ما رو نباید جار بزنم که و ولی که اصلا نپذیرون مشتباهه من به همه وارد ولی جار نزنم اصلا درسته بسیار تشکر <applause> خب اگر اجازه بدید من سوال بله، بعدی را از شما بپرسم بله. کنم خانم محترم یک خانم 38 ساله ایره برای ما فرستادن با سلام و عرض خسن نباشید خدمت شما و امیدوارم که تلاش همه مسئولان برنامه روشن و مورد قبول درگاه حق باشه انشاءالله تعالی <applause> من یک خانومی هستم 38 ساله که ازدواج نکردم خانه از خود دارم و وضع مالی خوبی هم دارم 6 سال پیش برادرم از خانمش طلاق گرفت و بچه دو ساله خودشان را به من دادن که بزرگ کنم الان این بچه مرا مادر خود میدانم من ما او را مانند بچه خود دوست می دارم. همیشه هم با او محبت می کنم. ولی متوجه شدم که هر وقت از مکتب می آید و برای ام از دوستانش و امسینفیاش قسم می کنه بیشترشان دروغ است مثلا می که امروز دوستم مرا زد و بینیم خون شد یا اینکه من برای امسینفیم کاراته کردم و او فرار کرد یا حتی از معلمش شکایت میکنم میگه معلم به من میگه که تو دروغگوی هستی حرف مرا باور نمیکنه ولی وقتی که من پیگیری میکنم متوجه میشم امی حرفش هم دروغ بوده چی کنم که این مسئله از سرش خلاص شوه بسیار نکته اول ببینید متناسب با سن بر مبنای آنچه که ما در روانشناسی روش بحث می‌کنیم گفته‌های ها همیشه معنای دروغ نمیده بسیار بسیار مهم است غیر مستقیم گویا کودک ما خصوصا کودک هایی که در آسیب های شدیدی هستند مثل ای طفلی که پدر نداره مادر نداره و آگاه هست طفل 7 ساله کاملا میدونه که پدر مادر او هیچ کدام نیستن امه. و بعد احساس محرومیت شدید مبنی بر اینکه در فضای ذهنی بچه ما دوست داشتنی نیستم وجود داره اگه دوست داشتنی می مثل همه آدم های عادی چرا پدرم برای مراقبت نمی کنه چرا من پیش مادرم نیستم چرا من از محبت مادر درست است که عمه بسیار مهربان است مراقب بسیار دلسوزی است و به اندازه کافی عاطفه رد و بدل شده و امنیت حالت شده و نیازها پاسخ ولی به هر حال برای یک بچه 8 ساله زمانی که دو دنیای ذهنی خودش میره یه علامت سوال است که چرا من پدر و مادر ندارم یا اگر پدر و مادر من هستن چرا مرا دوست ندارن پس من موجود چی مم. ارزشمند هستم هر, هر چقدر اما محبت کنم بچه ببینید اگر مگری که پدر و مادر واقعا نمی داشت مم. و برای او فضا کاملا بسته می بود ببینید روح یک حتمیت میپذیره ولی وقتی پدر و مادر داره و پدر و مادر او نمی نمیپذیرن طبیعتا این خانم الان همه با عنوان مادر هست ولی همه اطرافیان به خودی بچه قطعا میدانه که مادر او و پدر او کسی دیگری است این احساس عدم ارزشمندی و عدم دوست داشتن در وجود بچه کاملا واضح و روشن وجود داره این نکته اولی پس این بچه بچه عادی هم نیست بچه که طبیعتا یک اختلال کامل به اصطلاح ذهنی داره و یه همیشه با او درگیری داره نکته مهمی که باز دوباره تذکر میدم در یک سنی آنچه که بچه ها میگن حمله بر دروغ نیست به نحوی گو یا طفل ام. من و کودک من داره مرا از فضای ذهنی یا از تخیلات آه. خودش آگاه, آگاه میکنه. می وقتی یه بچه میایه از دنیای ذهنی خودش برای اما گفتگو میکنه و در دنیای ذهنیش بسیار آدمه ارزشمندی است بسیار آدم قدرتمندی است بسیار آدم خاصی است و و حالا حتی او زمانی که مطرح میکنه از یک طرف به اصطلاح خواسته های خودش آرمان های خودش در اون دنیا ما میخوام چی باشم از این طرف ضعف ها و ترس های خودش مم. ترس از اینکه معلم بره دروغو داره غیر مستقیم از آنچه که فضای ذهنی اوست به ما به عمه حکایت میکنه اینو باید حواسمون باشه که موقع گفتگو با سنین 5 6 7 8 سال ببینید این قاعده نیست که بگیم تا هشت ساله بچه ها هر چی که میگن دروغ نیست نه بسته به ویژگی های شخصیتی کودک ما داره و بسته به چالش هایی که در زندگی او اتفاق افتاده دقیقا باید از او سوال شود که آیا در مورد سنف حقیقی و واقعی خودت گپ میزنی او داره هی توضیح میده اه. و دقیقا داره فضای ذهنی خودش برای ما توضیح میده یعنی برایش که تو راست نمیگی آه. فلانی رو کاراته کردم کی رو میگی اتا مثلا اگر نام گفتی آ کومیل میگی فلان میگی خب کومیل ها بس ببینید دقیقا حالا دوباره یک, یک قدم جلوتر واقعیت با کومیل همون کومیلی که امسای ماست ها همون همون که فلان است خب و صورت زدی از حتما دیگه الان مثلا تو که کاراته کردی مثلا صورتش زخم اومده خب باش ما فردا بیایم با مادرش صحبت کنم بیرون که مثلا کومیل چرا یعنی یعنی یک حالتی الان بچه یک, یک آن شما یک تلنگر وارد کردی که از او فضای ذهنی خودش خب فردا امیم یا مادر مایه میخواد بیاد که مثلا نه 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 یعنی میگه میگن اینجوری فکر کردم در نظر ما آمد یا با حالا این تفاوت وجود داره بین اینکه چون ببینید ما مقصود ما از دروغ گفتن یعنی واقعیت را پنهان کردن مم. نه اینکه در مورد چیزی که وجود او ببینید در بزرگ سالان می شود توهم تخیل به اصطلاح یا مثلا به اصطلاح ساده خود ما میگیم ای حرف مفت میزنه گپ مفت میزنه درست در مورد کودک یک قسم سایت نمی کنه غیر مستقیم داره به بزرگتر خودش به مراقب خودش به ولاد خودش فضای ذهنی آرمانی خودش رو توصیف میکنه مم. چقدر خوب است که تلاش کنیم که این آدم رو آهسته آهسته اگر همین قسم پیش بره ممکن است تبدیل به اختلال شخصیتی بشه که ما از آدم هایی که کلا فرار میکنن مم. از واقعیت های زندگی خودشان در بزرگسالی لذا تلاش برای که او رو برگردانیم به دنیای واقعی ولی برچسب دروغ گفتن دروغگو بودن باز دوباره بچه ایله که با این شرایطی که این خانم داره به اندازه کافی بحران داره داریم به سمت یک بحران دیگری خدا نکرده پیش نبره یعنی <متصفيق> تلاش بر ای که اصرار کنیم به یکی دروغ میگه نه تلاش بر بریم به سمت ای که او رو با واقعیت های عینی مواجه, 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 کنیم و به او بگوییم ما دوست دارم تو از دنیای واقعی واقعی برای ما حکایت بکنی نه از دنیای ذهنیه. خودت درست است. بسیار تشکر امیدوارم دکتر اگر اجازه بدن یک میان برنامه را هم ببینیم بینندگان عزیز و محترم شماره تماس برنامه زیرنویس شده و شما عزیزان همین الان هم میتونید که با همکارانه ما در ارتباط شوید و سوالات خودتان را از کارشناس محترم برنامه برای ما از طریق واتساپ و تلگرام بفرستید ان شاءالله سعی میشه در همین برنامه و یا اگر نشد در برنامه آینده پرسان بکنیم و قطعا به تک تک سوالات شما عزیزان پاسخ داده خواهد شد برنامه را از طریق اینترنت هم میتونید به صورت لایو ببینید از طریق سایت تلویزیون جهانی هادیو و همچنان برنامه های گذشته را هم از طریق سایت تلویزیون جهانی هادیو و آپارات و یوتیوب میتونید ببینید دنبال بکنید و نظرات خودتان را برای ما بمانید بعد از میان برنامه برمیگردیم بینندگان عزیز و محترم شما همچنان برنامه خودتون برنامه زنده روشنا را سلزان جهانی هادی نگاه میکنید و ما همچنان گفتگو می میکنیم با کاشناس محترم و هم دکتر رضایی با موضوع انتقال ارزش ها از والدین به اولاد و سوالاتی که خانم دکتر به نظرم فکر میکنم کنم سوالات بسیار مهمی هم بله بله. بوده شما در مورد دروغگویی اطفال صحبت کردید اگر نکته ای در این بله. مونده دو تا مسئله است بیانی که بله. لازم میدونم که خدمت همه عزیزان مادران و پدران گرامی و هم بینندگان محترم تذکر بدم مقصود ما از دروگویی که باید از او پیشگیری کرد است که مثلا طفل یک کاری رو میکنه من از او میپرسم بچین این فلان کارتو کردی میگه نه خواهرم کرد فلان روز مثلا فلان عمل تنج... نه من نبودم مهم. اصلا من ن... اصلا من نبودم من این کار فلان کارو نکردم این میشه بعد دروغ گویی یعنی یک حقیقتی اتفاق افتاده وجود داره ولی پن... پتن... آگاهی هم داشته طفل ما آگاهی هم داره خودشی کار کرده مهم. ولی تلاش میکنه که بگه من نکردم یعنی پنهان کردن حقیقت پس این چیزی که باید با ما مخ... به عبارتی مقابله کنیم و تلاش کنیم که در فرزند ما ایجاد نشه این قسم دروغ گفتن است حالا اولین نکته که چرا داره واقعیت را پنهان میکنه میترسه به نفش نیست احساس مم. خطر میکنه منشأ رو پیدا کنیم جلوی منشأ رو بگیریم چرا میترسد دفعه پیش که راست گفت آن چنان تنبیه شد <applause> که تو یک هفته را رفته نمیتونست خب پس مم. باعث شد او تنبیه بی اندازه نابجا و نادرست مم. باعث شد که دیگه از حقیقت گریزان بشه دفعه پیش که راست گفت تحقیر شد توهین شد جلوی دیگران سرش داد زدم و حالا که درست ای بود که دستش بگیرم ده یک گوشه بگم ببین این کار تو زشت بود تو بچه خوبی هستی و تو رو بسیار دوست دارم و برای تو ارزش خواهد این کارت زشت بود قول بده دفعه دیگه تکرار این بهترین نوع مواجهه باشته با. ولی وقتی که به مثلا بچه به الان خیلی واضح و روشن گفت های کار ما کردم جلوی یک جمع جلوی دوستان جلوی کلانترا پدر و مادر به بدترین شکل ممکن الفاظ نادرست جلوی دیگران تحقیر کردن پس این دلیلی ای که چرا دروغ میگوید باید و نه بچه‌ها ببینید ما بر اساس حتی نظریه های اصیل روانشناسی ذاتا طالب خیریم دوست داریم که به سمت دوستی خوبی ها و به عبارت شایستگی ها بریم تمایل ذاتی به سمت شر نیست از وقتی بچه ایمه داره دروغ میگه و به سمت شر میره یک دلیلی داره که مگه والد وظیفه اصلی نیست که دلیل بشناسم چرا داره دروغ میگه اما نکته دوم خانم بیان یعنی یک مسئله ای ما داریم در بحث روابط اجتماعی که بسیار مهم است که والدین خصوصا مادران عزیز باید توجه کنید که گاهی وقتا بعضی از بچه ها مراقب یک سری از رفتارها یعنی در گفتگوها خصوصا مراقبت نمی کنن و آهسته آهسته آهست عادت می به یک سری بی‌نزاکتی ها مثلا به عنوان مثال کودک وارد یک جمع میشه مثلا فرض کنید همه نشستن خب هر کسی لباس خاص خودش رو پوشیده فلان یکان از در که وارد میشه میای مثلا جلوی دختر خالش خالش که میرسه شروع میکنه بلند بلند بخندیدن بعد دفعه میگه خاله ای کالا چقدر بهتون مثلا زشت میگه دختر خاله یا فلانی یا حتی هر کسی شد این مثلا چقدر مثلا یک الفاظ زشت نخوشه کودک ما الان داره نظر خودش میگه خب بعد حالا راست هم میگه این دقیقا نظر خودشو داره میگه م. بعد یک دفعه این مثلا یا دو دو مدل مواجهه داره یک وقتی مادر میای میخنده میخنده و بعد مثلا به طرف مقابل کاملا بیابرو شده جلو یک جمعی میخنده و میگه خب بچم راست میگه دیگه ببخشید ولی بچه اما حرف راست از بچه بپرس این یک یک وقتایی هم هست که بعد این واکنش محمول لحظه که مادر مثلا تف در نزدیک دستش پشت دست برمی داره و میزنه بی بیتر بیاد فلان هر دو حالت زشته هر دو حالت ناخوشاینده او چیزی که باید به بچه ها گفت در بحث ادبیات فارسی سخن شیرین از استاد سخن از سعدی است که جز راست نباید گفت اما هر راست نشاید گفت معنای صداقتی است که به بچه ما یاد بدیم هر وقت از تو چیزی را پرسیدند م. هر وقت چیزی به تو مرتبط بود هر وقت از تو خواستن و تو حق وارد یک جمع کلان ترکی میشی شما سلام کن بشین اگر از تو پرسیدن جواب بده در درون ذهن من خیلی چیز ها ممکن است بیاید ولی ضرورتی نداره که او رو به دیگران بگم اگر از تو پرسیدن که مثلا این کالا در به میای یا نمیایه مقبول میگه یا نمیگه مهم. باز حالا هم راست رو هم با واژگان زیبا شما مثلا مقبول هستین منتهاب به نظر من رنگ به شما نمیایه شما مثلا زیبا هستین شما با وقار هستین ولی به نظر من این مناسب شخصیت تو یعنی طفل خودمون رو گوشه کن امیر روش بگیم احسن, احسن. بله یعنی هم ای که بگین که خب راست میگه مم. حرف راست از بچه به گفت بسیار داشت یک جسارت منفی مم. و یک نوع ببخشید پررویی به اصطلاح یا یک نوع احساس فضولی کرد همین هست آدمایی هستن که پس فردا هیچ کس دست آرامش نداره اینم که برداری با پشت دست بزنید دهانه دهان بچه که کی از تو پرسی چرا گفتی یعنی اصلا یعنی لازم نبودی اصلا شاید او شوکه شد خب چرا مادر می کارو میکنه برای, برای, برای اصلا به مخاطب چرا ای با این لحن بد با ما برخورد کرد میشه بعد مثلا اون راستی که مثلا یک جوری پدر با مثلا تسمه کف پای بچه زده که یک هفته دیگه راه رفتن و از بعد به خودش عهد میکنه که دیگه اگه از ما پرسیدن میگم من نبودم خواهرین بود لذا پس ما مفهوم راستگویی و دروغگویی رو اول باید متوجه باشیم و معنای اصلی او رو بدانیم و بعد تلاش کنیم که ان او رو یکی را ایجاد بکنیم و یکی را جلوگیری کنیم که ان در مورد راستگویی راه ایجاد بکنیم و دروغگویی رو تلاش کنیم که بچه‌های ما رو کار انجام ندن ان شاء الله بله خب دکتر اگه اجازه بدید آخرین سوال رو هم بله. پرسان بکنم شماره مثبت 4976 و چهار شماره آخر 4414 -44. با سلام خدمت کارشناس محترم و با تشکر, از مسئولان برنامه روشنان من یک دختر 13 ساله دارم که بسیار اجتماعی است و از لحاظ درسی هم جزء نمره اولهای های صنف خود است ورزشکار است و همچنان به کورس موسیقی هم می روید بر سامی هم علاقه است و پدرش هر چقدر که نیاز باشد برای او هزینه هم می کند. چیزی که مرا نگران کرده است که با اینکه در تمام این مهارت ها موفق است اما همچنان علاقه زیاد از خود نشان نمی دهد یعنی همه را در حدی انجام میداد که از متوسط کورس کورس خود بالاتر باشد ولی که به عنوان یک کار جدی انجام بده است. در حالی که در سن او باید به جدی برای آینده خود برنامه ریزی کند ولی وقتی من میگویم میخوای که چی وظیفه دارنده داشته باشی میگوید نمیدانم لطفا بگو چی کنم بسیار خوب ای یک بحث جدی است وقتی میگیم 13 سال برای یک دختر خانم یعنی اوایل نوجوانی بله یا اوایل یا اواسط نوجوانی نکته ای مهم است که ما در نظریات روانشناسی مطرح می‌کنیم بحران اصلی در دوره نوجوانی بحران هویت است من کی هستم من چی هستم به چه دردی میخورم چی کار میتونم بکنم و چی کار باید بکنم مسئله است که این نوجوان سیزده ساله هم ممکن است که در مورد چی کار میتوانم مکی هستم و مچی هستم مم. کاملا تصویر شده باشه من چی کار میتوانم بکنم استعدادهای خودش هم میشناسه ولی من چی کار باید آه. بکنم رو هنوز به نتیجه نرسیده باش که تا یک اندازه خال این ما میگیم که نوجوانی در حالت استانداردش حداقل سه سال طول میکشه یعنی اگر که آغاز، سال سال بله اگر در یازده سالگی فرد وارد اصل به صورت کامل وارد بحران نوجوانی یا دوران نوجوانی شده کم از کم 14 15 سال می شود از این طفلی که یازده ساله وارد دوران مثلا نوجوانی شده توقع رفتار بالغانه را داشت ام. سه سال حد اقل طول می کشه چی طول می کشه آزمون و خطاها رفت و برگشت احساسی تزلزل در تصمیم گیری عدم ثبات هیجان تصمیمات و وا... یک دفعه آنی برخورد های مثلا گاهی وقتا خسمانه یک رفتار هایی که اصلا کلا ویژگی های دور نوجوانی است نکته بعدی در بحث خود اختصاصی هویت است که ما مراحل هویت رو که بحث میکنیم کسب هویت ثبت هویت ضبط هویت مشکل اینجاست که خان بینی اصل ماجرا است که در دوره ما خصوصا برای نوجوانان ما حالا شو عزیزانی که در داخل دارن برنامه رو چه بزرگوارانی که در اقصانقات عالم متاسفانه ما الگو الگوی وطنی متناسب با شرایط خودمان که نشان. او را به نوجوانمان ارائه کنیم روی او انگشت بگذاریم و تاکید کنیم از کودکی او مرحله به مرحله باشیم اگه میخوای شبیه اصلا شبیه اولا فلانی باشه خانم یا آقای مطرح ببینید احساس همزاد پنداری اهل وطن ما ملیت ما و شرایط شرایط ما باشه و بعد بگم ببین او در کودکی در سن تو ای کار میکرده تو میخوای شبیه فلانی انگیزه بسیار بالایی در وجود طفل ما ایجاد بشه نوجوان ما آقا من میخوام چه شبیه خانم فلانی یا شبیه آقای فلانی بشم این انگیزه بسیار قدرتمند و قوی حالا خب حالا بیام بعد بریم زندگی نامه او رو پیدا کنیم فیلم او رو پیدا کنیم به نوجوان خودمون ببین ای کودکی این قسم بوده این شرایط داشته این مشکلات داشته ولی این کارا رو وقتی پس او ایجاد انگیزه ممکنه دورور طفل ما انواع و اقسام ملگوها باشن ولی نوجوان ما با هیچ کدوم اینا همزاد پنداری نکنه, نکنه. حالا پس اگر اینش ک... کسایی که ممکن در کشورهای دیگه اصلا. زندگی بکنن خب تعارض تفاوت بین خانواده و اجتماع شما و این را... ای رو ما بپذیریم متاسفانه که از چالش هایی که داریم حالا می شود کاری کرد بله ما تلاش کنم اگر که هموطن خودم را و اگر مثلا به عنوان خانواده مذهبی دنبال یک آدم معتقد و نخبه و برجسته میگردم حداقل این که او توقعات خودم مثلا فرض کنید دنبال یک ورزشکار متعهد دنبال یک نویسنده متعهد دنبال حتی ای بس بسا دنبال یک خواننده یا دنبال یک موسیقیدان متعهد ورزشی بگ... یعنی من تلاش کنم وظیفه من مادر هست اگر در جامعه الگوی در دسترس نیست بگردم وظیفه ما چیست در قرآن هم وقتی میفرماید سیرو فلرز فعتب رو اتب... ببینید تاریخ بخونید برید مهاجرت کنید بگردید دنیا رو عبرت بگیرید یعنی نکته های مثبتش بگیرید نکته های منفی تلاش کنم که بگردم برای نوجوان سیزده 14 15 ساله خودم <applause> الگو پیدا پاید. کنم بعد الگو رو برجسته کنم هی hey, فیلمش رو ببینم هی hey, در مورد صحبت کنم کتاب زندگی نامش رو بیارم اصلا خودم ارادت من خودم به اون بدم دیگرانی که چقدر دیگران برای اهمیت دارن چقدر در جامعه مشهور و معروف و جایگاه داره چقدر مقبولیت اجتماعی داره که این انگیزه ایجاد بشه حالا به نوجوان بگم خب بیا زندگی نامه رو بخونیم ببینیم شرایطی تو رو داشته هم موقع چالش داشته ای هم در مهاجرت بوده ای هم همه باهاش مخالفت کردن ای هم خیلی وقتا رفته رفته و شکست خورده پس تو هم میتوانی دنبال نمادهای عینی و محسوس برای نوجوانان رو بگردیم الگوها رو به اونها نشان بدیم و تلاش کنیم که به سمت یک الگوی مثلا مسلمان ما پیدا نکردیم به هر دلیل در اون زمینه‌ای که مد نظر ما سازش است یک نفر پیدا کردیم ولی غیر مسلمان بود چیکار کنیم امر معرفی کنیم ما یک روایتی داریم ال حکمت زلت المؤمن عینما وجدها اخذها حکمت الله حکمت به معنای اصیل خودش گم شده مؤمن هر جا که بیا به او رو برمی‌داره اگر اون آدمی که من پیدا کردم مثلا فلان ریاضی دانه است مهم. آیا همه ابعاد وجود یادتان هست که تقسیم بندی میکنن اولویت بندی بین ابعاد زندگی مهم. همه ابعاد وجود مثلا بچه‌ای استداد ریاضی داره آیا همه ابعاد وجودی و فقط استعداد ریاضی اوست کاری که اشتباهی که همیشه ما حتی گاهی وقتا در روابط اجتماعی ما کردیم خانم یعنی باید یاد بگیریم که اگر به دنبال الگو گردیم ممکنه یک الگو فقط از یک بعد الگو باشه الگو باشه فلان ورزشکار فقط تلاش او برای به دست آوردن مدال الگوه مم. تو تلاش فیزیکی جسمی ورزشیته ولی او آدم ممکن است به هیچ اعتقاد نداشته باشه دلیل نمیشه تو مثل او معتقد نباشی مم. تو مثلا امیر یعنی باز هم تاکید میکنم ما بگویم امیر دختر خودم یا در بچی خودم بگویم که حتما حتما درک میکنه بله بله متوقع با سن نو ما در بحث نظری پیاژو داریم که پیاژو مطرح میکنه که در سن نوجوانی نوجوان قابلیت استفاده از استدلال فرضی قیاسی را داره امه. فرض این ببینید قیاس یعنی چی یعنی به اصطلاح جنبندی میکنه جزئیات متفاوتی به کلیتی میرسه و او کلیت رو مستحکم میگیره وقتی که من این قابلیت رو اصلا قائل باشم که بچه‌م این بلده من نمونه های مختلف رو میارم <applause> نمونه های متعدد رو میارم بعد به اون میگم ببین این در هر موفق است این در هر موفق است این در موفق است تو میخوای فقط شبیه فلانی بشی خب اگر شب فقط شبیه فلانی باشه که در ورزش معروف است ممکن است که فلان دوستایته فلان اعضای خانواده به خاطری که دیگه فقط تمرکز در ورزش اینا دوست داری اینا میپسندی به او اجازه بدهیم که فرضیه بسازه اجازه بدیم که مقایسه بکنه اجازه بدیم که واقعا با یک استدلال مکم و بعد اینو تصور نکنیم که بچه‌ها نمیفهمند بیش بر اساس نظریه پیاژه فهم ادراک اونها کامل میشه در نوجوانی ام. و اصلا نظریه پیاژه رو بانیم خان مزوری خان مبینه ببخشید همین الان بیشترین تعداد کتابای درسی رو در کدوم سن بچه‌های ما میخونه نوجوانی انواع اقسام ببینید مثلثات و جبر و فیزیک و کیمیا و و و و, 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 و همه هم تفلکی ها میخوانن و همه هم خب پس بنابراین قابلیت وجود دارد اجازه یه رو بدیم و باور کنیم درست است. بسیار تشکر از شما خواهم داکتر بسیار استفاده کرد مثل همیچه بسیار عالی بینندگان عزیز و محترم از شما هم تشکر می کنم که با ما همراه بودید اگر که شما هم کدام سوال در مورد تربیت اولاد خودتان دارید حتما از طریق تماس تماسایی که زیرنویس شده از طریق واتساپ و تلگرام میتونید که با ما در ارتباط شوید ذکر کنید برنامه راه نا و نام کارشناس محترم خانم دکتر رضایی که در روزهای شنبه از حضورشون استفاده میکنیم را ان ما بسیار بسیار خوشحال میشیم که شما ما را امین خودتان میدونید و سوالات خودتان را برای ما میفرستید با امری کارشناس محترم از حضور شما عزیزان مرخص میشیم در پناه خداوند مهربان باشید اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم